ماجرا از اونجایی شروع شد که دوست دوران بچگی من از آمریکا تصمیم گرفت 2 هفته بیاد پاریس و رومو ببینه. اگه فیلمای قبلی رو ندیدی حتما ببین، چون کلی جاهای قشنگ با هم دیگه رفتیم. هفته پیش فیلم روم رو دیدیم که کلی آثار باستانی مثل کلوزیوم و روم باستان رو با هم دیگه رفتیم دیدیم و شبش هم کلی بارا و رستورانای باحال رومی رفتیم. روز بعدش هم تصمیم گرفتیم بریم کوچیک‌ترین کشور دنیا یعنی واتیکان که قراره تو این فیلم با هم دیگه ببینیم. بلاگ دیگه خوش اومدین. ما در شهر زیبای روم هستیم. روز دومیه که رومیم. امروز داریم میریم واتیکان، کوچیکترین کشور دنیا. پس بریم که با هم دیگه واتیکان رو ببینیم. وارد موزه واتیکان بشین. اگه بلیت خریده باشین میتونین راحت برین جلو. 17 یورو هم هست بلیتش، ولی مسئله اینه که باید از 2 ماه قبل شما بلیتو بخرین از وبسایت. در غیر این صورت یه صفحه خیلی خیلی طولانیه که باید تو این صفحه وایسین. حداقل 3 ساعت طول میکشه که بتونین وارد موزه واتیکان شی. ما هم چون سفرمون ناگهانی شد دیگه بلیط نخریده بودیم و الان میخواییم وایسیم تو این صفحه که 3 ساعت دیگه وارد موزه واتیکان بشیم. ولی یه چیزی که هست، اگه شما فقط میخواییم برین واتیکان میدونشو بگردین و توی موزه نرین، راحت میتونین از اون بر یه ورودی داره وارد کشور واتیکان بشین. ما الان دقیقاً 1 ساعته تو صف وایسادیم و هنوز کمتر از نصف فکر کنم اومدیم، چون که دیوار پشت‌سرم اگه ببینین هنوز اونقدی نیست که این ورمون باقی مونده. بعد از 1 ساعت و نیم تو صف وایستادن دیگه من حوصله‌ام سر رفت و فرنازمون تو صف، من اومدم یه بستنی فروشی خوب این دور رو پیدا کردم، میخوام برم بستنی بخرم برگردم تو صف و تو صف بستنی بخوریم. تو گو با بچه 3 تا بستنی مختلف میتونستم انتخاب کنم. 2.5 یورو، 2 تاش با هم شد 5 یورو. قهوه هم گرفتم. از اونجایی که 2 تا دست بیشتر ندارم قهوه‌مو الان مینوشم، میندازم بیرون، بستنی ها رو میبرم اونجا. در کشور واتیکان هستیم. واتیکان کوچکترین کشور دنیاست که 44 هکتاره، 850 نفر جمعیت داره. کلیسایی که اینجاست بزرگترین کلیسای دنیاست. حواریون حضرت عیسی قبرش اینجا بوده و روی این کلیسا رو ساختن. کشور واتیکان که کوچکترین و کم جمعیت ترین کشور دنیاست، جالبه بدونین که وسط شهر روم قرار داره، ولی یه کشور مستقله و رهبر خودش هم داره. رهبرش هم که پاپه و پاپ هم که رهبر روحانیت کاتولیک های دنیاست و کلن واتیکان هم مرکز کلیسای کاتولیک دنیاست. تمام این ستونایی که اینطوری دور تا دور میدون سنت پتره طراحی میکلانج بوده. این ایوونی که اینجا میبینین همون ایوونیه که پاپ میاد وای میسته اینجا در روزهای خاصی سخنرانی میکنه و مردم تمام توی این میدون جمع میشن که سخنرانی های پاپ رو بشنون. بعد از 2 ساعت و 45 دقیقه تو صف وایستادن 17 یورو دادیم، بلیت موزه واتیکان رو خریدیم و الان داریم وارد میشیم. کشور واتیکان با اینکه کوچکترین و کم جمعیت ترین کشور دنیا است، موزه هایی رو در خودش جای داده که شامل انواع مجسمه ها و نقاشی ها و آثارهای باستانی مهم دنیا است. موزه های واتیکان که در حقیقت به عنوان کاخ سلطنتی پاپ کشور واتیکان ساخته شده بود، سال 1450 یعنی بیشتر از 570 سال پیش شروع کردن به ساختنش و تا همین چند سال پیش هم هی بزرگ و بزرگترش کردن. این موزه که بیشتر از 1400 تا اتاق داره، آثار هنری از دوره‌ها و فرهنگ‌های مختلفی توش وجود داره. این موزه شامل از هنرهای مصری و
مومیایی ها و مجسمه ها و پاپیروس هاست و کلیسای معروف سیستین که به خاطر نقاشی های دیواری میکلانج تو دنیا معروف شده هم توی همین موزه قرار داره. گرمه که من سرگیجه گرفتم. ببین 9 کیلومتر باید زیر این تونلای تنگ و باریک بریم تا برسیم به این تابلوی که این لعنتی کشیده. حالم بد شد به خدا دیگه. کولرم نداره. گرم. وای درخواه بیشم. ما 2 ساعت و نیم دیدین تو صف بودیم دیگه که رفتیم توش و گشتیم. الان ساعت 3:30 بعد صف خالی شده که هیچ. از اون جلو پرسیدیم چند ساعت تو صفی، گفت نزدیکای 1 ساعت. یعنی نتیجه گیری میکنیم همه مثل ما میخوان زرنگ باشن، فکر کنن اگه صبح زود بیان کمتر تو صف وای میستن، در حالی که اینایی که 3-4 عصر میان اینجا سریع میرن تو. شما اشتباه ما رو نکنین و همون عصر بیاین وارد اینجا بشین. ببینین هیچکی نیست. میدون سنت پتر که ما الان وسطش وایستادی میدون اصلی کشور واتیکانه و طراحیش آرشیتکت معروف ایتالیایی لورنسو بنینی انجام داده. این ستون عظیمی که پشت سر من میبینین 450 سال پیش بنینی دستور داده از مصر بیارنش اینجا و بیشتر از 3000 سال قدمت داره این ستونه. آیا این جالب نیست؟ مجسمه معروف پیتا که حضرت مریم و عیسی رو در بغل گرفته که میکلانج ساختتش توی این کلیسا است و ما میخواستیم بریم ببینیم، رایگان هم هست، ولی ببینیم چه صفیه. صف از همین جا شروع میشه و تمام دور این میدون میچرخه تا برسه به دم در اونجا و ما تصمیم گرفتیم که نریم ببینیم هرش، چون واقعا بسیار صف طولانیه. بچه ها ما باز هم توی صف وایستادیم. دوستمون مجبورم کرد که تو صف وایستیم. امروز نزدیک 4 ساعت فقط تو صف من وایستادم. بر از اینه حالا داری میریم این تو جایی که آقای پاپ زندگی میکنه، داره به ریش هممون میخنده اون تو، میگه بیاین 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 سالی 100 میلیون رو بریزین تو جیب من، بیاین منو ببینین. آره اینجوری هست. حالا ما داریم میریم این تو که مجسمه میکلانج رو ببینیم، پس بریم که بهتون نشون بدم. ما الان توی بزرگترین کلیسای دنیاییم که در حقیقت محل برگزاری مراسمایی هم هستش که وقتی میخوان پاپو انتخاب کنن اینجا مراسمش برگزار میشه. مجسمه معروف میکلانج پیتا که حضرت مریمه که عیسی رو بعد از به صلیب کشیدن در آغوشش گرفته هم اینجاست. شما میتونید بریم ببینینش و شما اصلا عظمت اینجا رو نگاه کنین. ما کشور قشنگ و جذاب واتیکان، کوچکترین کشور دنیا،
اگه شما واتیکان اومدین حتما برام کامنت بذارین و نظرتونو. اگه اومدین برام حتما کامنت بذارین، بنویسین نظرتون راجع به اینجا چیه. اگه هم نیومده بودین بهم بگین که فکر میکردین که واتیکان این شکلی باشه. مرسی فیلمامو نگاه میکنین، شب و روز خوبی داشته باشین، خدافظ.